با عرض درود خدمت شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها در روز سه‌شنبه 15 آبان ماه برابر با پنجمین روز از ماه نوامبر مهمان خانه شما هستیم. خب روز پنجشنبه که آخرین روز از ماه اکتبر بود نتونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم، بنابراین برنامه پرسش و پاسخ که مهمترین بخش برنامه ماست در واقع و در انتهای هر ماه سعی میکنیم در خدمت پرسش های شما عزیزان باشیم و با توجه به وقتی که از پاسخ بدیم امروز به بحث پرسش پاسخ هست. اما یه نکته رو خواستم خدمت شما عرض کنم. پرسش های زیادی مطرح میشه به دلیل اینکه خب برخی پرسش ها از طریق این برنامه و ایمیلی که هست و پرسش های بیشماری هم از طریق صفحات اجتماعی من در تلگرام، یوتیوب و پلتفرم های دیگر مطرح میشه. با توجه به حجم پرسش ها که مسلماً نشدنی است که ما بتونیم در فقط یک جلسه اون هم در انتهای هر ماه به اون بپردازیم، تصمیم گرفتم برنامه های متعددی رو در شبکه های دیگر اجتماعی تهیه بکنیم که ما بتونیم به این پرسش ها پاسخ بدیم. بنابراین من سعی میکنم طبق روال هر ماه در انتهای هر ماه اون برنامه که حالا روز سه‌شنبه یا پنجشنبه میشه پرسش و پاسخ‌ها رو داشته باشیم، حتی اون بحث‌های خیلی کلان و مهمی که علل خصوص در برنامه بازشناسی باورها مطرح می‌کنیم. بقیه پرسش‌ها رو هم من سعی می‌کنم در پلتفرم دیگری خدمت شما باشم و اونها رو به اندازه‌ای که دانش من اجازه میده پاسخ بدم. خب بریم در صدر پرسش‌ها ببینیم چه مطالبی از سوی شما عزیزان مطرح شد که ما بخوایم به اونها پاسخ بدیم. دوستی که البته نخواستن نامشون رو ذکر کنیم اشاره کردن برنامه در مورد مأمون و امام هشتم شیعیان و شخصیت معصومه داشته باشیم. در واقع ما در گذشته قبل از تلویزیون پارس و برنامه های متعددی داشتیم به شکل درس گفتارها، به شکل مجموعه سلسله جلسات و برنامه ها که نزدیک به 60 و اندی برنامه ما زندگانی پیامبر اسلام رو بررسی کردیم. 6 سال قبل، 7 سال قبل من یادم هست 14 جلسه زندگانی حسین رو داشتیم. در همین بازشناسی باورها هم به مناسبت محرم سعی کردیم خیلی خلاصه البته به زندگانی حسین بپردازیم و علی ابن ابی طالب رو هم که الان در خدمت شما این یعنی روزهای سه‌شنبه سعی می‌کنیم تحلیلی ارائه کنیم از زندگانی علی با پلی که به دوران امروز میزنیم برای شناخت یک رژیمی که خودش رو، مشروعیت خودش رو، اعمال خودش رو، رفتار خودش رو منبعث از همون طرز تفکر میگیره. در واقع شناخت علی برای شناخت امروز و رفتار جمهوری اسلامی است که ما نزدیک به 30 اندی برنامه رو ارائه کردیم و این برنامه ها ادامه داره. اما قطعا افرادی هم هستند در درون تفکر شیعی که بسیار مهمه، از جمله بحث در مورد فاطمه، یعنی شناخت شخصیت زن در جهان اسلام. امیدوارم روزی بعد از اتمام تحلیل زندگانی علی نگاهی هم به زندگانی فاطمه داشته باشیم، هرچند منابع تاریخی خیلی کم در مورد فاطمه سخن گفتن، حتی مورخان تشیع هم چندان در مورد فاطمه نکاتی نگفتن. مثلا تبرسی در اعلام الورا به اعلام الهدا فقط 6-7 صفحه به فاطمه اختصاص داد یا برخی دیگر از هم. غالبا هم همون تعاریف و تمجیدهایی است که حالا پیامبر اسلام یا گروه های دیگر در حق این فرزند خودشون داشت. بنابراین مسئله فاطمه اهمیت داره. ضمن اینکه یکی از دوستان من دیدم در ایمیل های اشاره کرد که آیا این درسته که فاطمه به واسطه ضرب و شتم توسط علی فوت کرده؟ خب این مسائل همیشه مطرح بوده و دلایلی هم برای شمردن، اما به زعم من نه، این هم برخطاست. فاطمه ارتوریتهی داشت و علی ابن ابی طالب در مقامی نبود که این توانایی رو داشته باشه که بتونه بر روی فاطمه، حالا به اون لحنی که ما به کار میبریم، دستی بلند کنه یا به واسطه ضرب و شتم رو بکشه. هرچند اختلافات میان اونا زیاد، اما در زندگانی فاطمه ما به اون خواهیم پرداخت. نقش فاطمه در مسائل اجتماعی و اینکه از او به عنوان یک الگویی مناسب زنان امروزی می سازن چه اندازه موجه.
وقتی شریعتی ها کتاب می نویسن، سخنرانی می کنن که فاطمه فاطمه است، ببینیم این فاطمه کیست. فاطمه فاطمه است چه معنی؟ هیچ معنی نمی، مگر اینکه نگاه بکنیم ببینیم این فاطمه چه ویژگی هایی داشت. دیگه این شخصیت ها افرادی هستند که امروز اهمیت دارند برای ما، مثلا امام دوازدهم شیعه، یعنی کسی که یک جمعی منتظر ظهور او هست و یک طبقه ای در درون ایران، یعنی روحانیت، آخوندها، از قبل نمایندگی عامی که از این آقا دارند به زعم خودشون حکومت به دست گرفتن و خودشون نماینده اون آقا میدونن، منتظر هستن که این آقا ظهور بکنه، مملکت رو تحویل اون آقا بده. ببینیم اون آقا وقتی میخواد بیاد چیکار میخواد بکنه. من یک بار در برنامه عرض کردم در صدای امریکا که باید خیلی خوشحال باشید که امام زمان ظهور نمیکنه. تقریبا شاید بگم یک دهم اون کارهایی که امام زمان قرار انجام بده رو این آخوندها دارن انجام میدن، ما تحمل نمیکنیم. اون آقا وقتی میخواد بیاد تا اون ساق اسبش رو خون میگیره، شروع میکنه خودی و ناخودی کردن، گور ابوبکر و عمر و عایشه رو میشکافه، اونها رو در میاره، بر جنازهشون شلاق میزنه، افراد رو سنگسار میکنه. یعنی همون کاری که شما میبینید داعش میخواد انجام بده، امام زمان میخواد تمام و کمال رو انجام بده. ما بعضی از این آخوندها رو داریم اتفاقا در جهان غرب، رسانه هم دارن به این آخوندها ایراد میگیرن. ما در پلتفرم های مختلفی با اینا بحث میکنیم، به این آخوندها ایراد میگیرن، میگن آقا این حکومت قاصبانه است، حکومت حق امام معصومه. میگیم خب بسیار عالی، حالا اون آقا وقتی میاد، اون امام معصوم وقتی میاد، جامعه ما چه وضعی خواهد داشت؟ آیا وضع ما خوب میشه؟ علائمشو به ما نشان بدید. علائمی که امام زمان ظهور میکنه رو ما وقتی میخونیم مو بر تنمون راست میشه. کسی که در اون فضا میخواد بیاد شروع بکنه به کشتن، آنقدر میکشه که تا ساق و ران اسبش خون میگیره، اون عقده ها و عداوت ها و کینه ها رو زنده میکنه. تازه با اهل تسنن، یعنی با شخصیت های محترم اهل تسنن، حالا ابوبکر و عمر، و وقتی با دیگر مسلمانان این گونه است، با بقیه کفار و مشرکان چگونه میخواد برخورد کنه؟ بنابراین مسئله این نیست که روحانیت قاسبه، مسئله برای اینه که کیفیت حکومت چگونه است. آیا با اومدن امام زمان بعض ما بهتر میشه؟ نیاز هست این پدیده رو بشناسیم دوستان. چرا ما زندگانی علی رو میخواییم بشناسیم؟ چه اهمیتی داره؟ به خاطر اینکه سالها قبل یک اوتوپیایی برای ما ساختن، جامعه مدنی که به مدینت و نبی وست. دیدید دیگه، این حرفی بود که خاتمی زد قبل از انتخابات، میگفت جامعه مدنی زمانی که قدرت رو گرفت گفت مدینت و نبی. منظور من از جامعه مدنی مدینت و نبی. خب مدینت و نبی یعنی چی؟ باید نگاه بکنیم ببینیم اون چه مدینه ای بوده که پیامبر اسلام رو اداره میکرده، چگونه در اون جامعه شعرای یهود ترور میشن از زن و مرد، چگونه قبایل یهود تبعید میشن، قتل عام میشن. شما همون فضا رو امروز در نظر بگیرید، به جای قبایل احزاب رو بگذارید. یعنی احزابی که اندیشه هاشون با ما متفاوته. خب اگر الگوی من مدینه و نبیه، طبیعیه که حزبی که ایدئولوژیش یا نگاهش با من موافق نیست باید نابود بشه یا سکوت بکنه، همونطور که در مدینه اینطور رو. اگر منتقدی وجود داره که بر من نقدی میکنه با ترور بشه از زن و مرد. مگه اسماء بنت مروان کی بود؟ جنگاور بود؟ نه خیر، یک شاعر، یک زن شاعره یهودی بود. چه کردن؟
شبانه رفتن بر بستر او، او رو کشت در حالی که کودکانش کنار او بود. آقای مصعب ابن عمیر و دیگر، اینها اگر الگوی جامعه ماست باید از اون جامعه ترسید. جامعه مدنی کلمیست با ارزش مثبت. همه ما وقتی صحبت از جامعه مدنی میشه صحبت از احزاب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها میکنیم دیگه. جامعه مدنی یعنی همین ها، اصناف، سندیکاها، انجمن ها شکل بگیرن با همه تفاوت هاشون. اما وقتی این جامعه مدنی رو با مدینه و نبی یکسان میکنی، اون وقت تفاوت زمین تا آسمون. تو جامعه نبوی دیگه جامعه مدنی نیست، جامعه اسلامی است. تفاوت آرا و اندیشه به رسمیت شناخته نشده. حالا برگردید عقبتر، زمانی که همین شریعتی ها و بازرگان ها و دیگران علی ابن ابی طالب رو الگو میکرد، ما میخوایم جامعه علوی داشته باشیم نه جامعه صفوی. ما میخوایم شیعه علوی باشیم نه شیعه صفوی. هیچ کس هم نمیپرسید که اصلا این پدیده ای رو که میخوان به ما بفروشن، این کالایی که میخوان به ما بفروشن، اصلا بررسی کردیم؟ شما امروز اگر میخواید برید یه هتلی سه روز بمونی، وقتی تو سایت میگردید هتل آقای فلانی، یه نگاه میندازید به اون کامنت ها، ببینید که نظر مردم در مورد این هتل چی بوده، راضی بودن یا نبوده. شما میخواید کفش بخرید، دو بار میپوشید تو فروشگاه، قدمی میزنید ببینید پاتون میزنه یا نه، راحتید یا نه. به تعبیر یونانی است، میگه کفش رو کفاش میسازه، اما این مردم هستن که باید ببینن کفش مناسب پاشون هست یا نه. رژیم های سیاسی هم اینطوریه. صدها فیلسوف سیاسی نظر میدن در مورد نوع رژیم، اما این مردم هستن که باید ببینن این رژیم به حالشون مناسبه یا نیست. آیا ما میریم مطالعه بکنیم؟ چگونه است که ما انسان ها در مورد ساده ترین پدیده ها جستجو میکنیم، تحقیق میکنیم؟ میخوام یه اتومبیل بخریم، بسیار تحقیق میکنیم، انواع اقسام اتومبیل ها، مزایا، معایب، میریم میپرسیم. اما یک رژیم سیاسی رو بدون اینکه بشناسیم میپذیریم. جمهوری اسلامی آری یا خیر؟ هیچ کس هم نمیدونه جمهوری اسلامی یعنی چی. میگه بله آری، امام گفته آری، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. ما هم میپذیریم. شریعتی گفته جامعه علوی خوبه، مهندس مهدی بازرگان گفته خوبه، میپذیریم بدون اینکه یک کتابی در این زمینه بخونیم. راستی و چپی و بالا پایینی هم نداشت. دیدید من خواندم اینجا، از اون چپی که جهادگر بود و فدایی خلق بود و اینا بگیر که حسین و علی رو ول نمی کرد، تا اون اعلی حضرت که ما میخوام جامعه علوی بسازیم. الگوی ما پیامبر. عزیزان من دست بردارید از این فروش کالاهایی که خودتونم نمیدونید چیه. لباسی به تن میکنید که نمیدونید شما رو در برابر گرما یا سرما محافظت میکنه یا نه. یک بار باید جلوی این کالا فروشی بدون شناس ایستاد. 40 سال این مملکت تاوان نشناختن یک نظامی رو داره میده که روزگاری آمد خودشو موجه کرد که الگوی ما علی ابن ابی طالب و الگوی ما پیامبر اسلام. اینا طاغوتی هن، ما خوبی. اینا مستکبرن، ما مستضعفی، ما حامی حقوق مستضعفانی. علی رو نگاه بکنیم، نمک میخورد، نان میخورد، یک نان جوی خشکی رو میخورد مال چند روز قبل. اما خیلی از جنایتکاران همین ویژگی رو دارن، زاهدن، عارفن، از دنیا بریدن، به همین دلیلی که دست به جنایت میزنن، چون برای خدا جنایت میکنن. عبدالکریم سروش یک بار اشاره کرد که خمینی نماز شب میخواند فلان بود. اتفاقا از کسی باید ترسید که نماز شب میخونه؟ چون او از یک موجودی میترسه که برای اون موجود یعنی خدا حاضر هزاران انسان رو قربانی بکنه.
از کسی نباید ترسید که از انسان‌ها می‌ترسد. شما باید به انسان‌ها پاسخ بده، به مردم جامعهش پاسخ بده. اگه به من بگید سیاستمداری هست، از خدا می‌ترسه و سیاستمداری که از مردم می‌ترسه، تو به کی رأی می‌دی؟ من میگم به اون سیاستمداری که از مردم می‌ترسه. جوری که از خدا می‌ترسه، حاضر یک سوم، دو سوم جمعیت قربانی بکنه به خاطر خدا. تمام تاریخی ادیان که این همه جنگ توش رخ داده به خاطر ترس از خدا بوده. یکی از مسیح ترسیده، یکی از یهوه ترسیده، یکی از الله ترسیده، به جان هم افتاد. خدا گفته که ما باید بریم اون گردن اونا رو بزنیم. در رژیم های دموکراتیک چون سیاستمدار مشورش از مردم میترسه. افکار عمومی بر ضدش باشه باید نیروهاش از ویتنام بکشه بیرون. باید عقب نشینی بکنه. مگر در رژیم های استبدادی که تا ته خط میرن. اصلا مردم براشون مهم نیست. بنابراین بسیار مهمه شناسایی افرادی که امروز بخشی از جامعه ما کم یا زیاد در دام اون تبلیغاتش گرفتار. یکیش هم امام زمان، در آینده بحث خواهیم کرد در موردش. مسائل تاریخی، مسائل کلامی، مسائل روایی، مسائل عقلی. چه کسی اجازه داده که 1400 سال قبل یک نفر برای ما حاکم تعیین کنه؟ از اینجا که یک مسئله مطرح شد، شاید به پرسش‌های دیگه هم فرصت نشه برسیم، خب نکاتی رو بگم که خیلی اهمیت داره. ما شدیداً نیازمند بازنگری نسبت به مسائل تاریخیمون هستیم، به خاطر اینکه تاریخی که ما امروز مطالعه می‌کنیم تاریخی است که قدرت سیاسی برای ما نوشته. شما به مشهد نگاه بکنید، حالا این دوستمون که این سوال رو مطرح کرد در مورد مأمون و امام هشتم علی ابن موسی، شما این گنبد و گلدسته و بارگاه و اون طلاکاری ها و آینه کاری ها و سنگ های مرمر و اینا رو میبینید. زمانی که استان خراسان بود، هنوز تقسیم نشده بود، شمالی و رضوی و جنوبی و اینا، برآورد کرده بودن نزدیک به 3/4 زمین های استان خراسان وقف آستان قدس رضوی است. همون آستان قدس رضوی صاحب ثروت عظیمی است. چند درصد تولید ناخالص داخلی ملی دست ایناست. از شرکت هایی که دارن، کارخونه هایی که دارن، اجاره هایی که از مردم میگیرن. وقتی ما میگیم 3/4 اراضی وقفه، یعنی این که شما مثلا میرید در مشهد یه بازاری وجود داره، فرض میرید بازار رضا در مشهد، خب مغازه های زیادی هست. این مغازه ها مالکش اون آقایی نیست که اونجا داره کار میکنه، مالکش یعنی مالک اون ملک آستان قدسه. این آقا فقط حق کسب و کار داره، برای همین سالانه یه اجاره نامه‌ای با اون آستان قدس میبنده، با نماینده آستان قدس یه مبلغی ماهانه اجاره میده بهش یا سالانه اجاره میده بهش. خب این درآمدها کجا میره؟ اصلا این گنبد و گلدسته و بارگاه و این همه دم و تشکیلاتی که ساخته شده رو چه حسابی ساخته شده؟ چرا کمی اون طرفتر برای فردوسی ساخته نشد؟ فرض رو بذاریم. دلیلش اینه که یه قدرتی وجود داره، یعنی قدرت سیاسی که دست به تاریخ نگاری میزن. در درون اون تاریخ نگاری هست که شخصیتی مثل علی ابن موسی یه ویژگی هایی پیدا میکنه که ما او رو نماینده خدا میدونیم، او رو از یک خاندان و خانواده برگزیده میدونیم. یعنی همه خانواده های بشری هیچ ارزشی نداشتن، خداوند آمده میان بنی هاشم یه گروهی رو از آل عبدالمطلب انتخاب کرده، اینا رو برگزیده، گفته محمد و 12 تا علی و فرزندانش و فاطمه، اینا به عنوان 14 معصوم، اینا کسانی هستند که برگزیده این همه خلایقن. مثلا من دنیا رو آفریدم برای اینا. شما ببینید اندیشه های روایی کلامی شیعه که نگاه بکنید پر است از این تعابیر. اصلا خدا جهان رو آفریده برای اینکه محمد و علی و اولادش بیان.
زمین خدا یک لحظه از حجت الهی خالی نیست. این تاریخ نگاری دینی سبب میشه که شما شخصیت هایی بسازی که داره ویژگی های برجستن، شما رو حقیر میکنن، اونها رو کبیر، و شما میپذیرید هرچی باشید و نباشید، تن میدید به اینکه بپذیرید یه خانواده 1400 سال قبل در شبه جزیره عربستان برگزیده خدا شده. حالا چه بکنیم؟ هیچ. در راهشون کشته بشیم، آدم بکشیم، مالمون رو خرج کنیم. اما موضوع فقط به همون 12 نفر و 14 نفر نمیرسه. وقتی این دستگاه فکری ساخته شد، نمایندگانی هم میخواد. عده‌ای میگن ما نماینده این افراد هستیم، ما نماینده این کتاب الهی هستیم، ما سید هستیم، یعنی فرزندان این افراد یه سهمی داریم. امامزاده ها ساخته میشه. در اون ایران چند هزار امامزاده ما داریم؟ فکر میکنم بالای 12-13 هزار امامزاده ما الان تو ایران داریم. یعنی اون 12 نفر که هیچ، هر کدوم تبدیل شدن به 1000 نفر، شده 12 هزار امامزاده. روی کوه میری یه امامزاده است، تای دریا میری یه امامزاده است، آخر رودخونه میرسی یه امامزاده. چرا؟ چون نمایندگان اینا رو میسازن، میدونن ساختار جامعه به نبی هست که یک انسانی که زحمت کشیده یک کیسه برنجش رو میاره میده به اون امامزاده که متولی شفیع بشه نزد خدا، از عذاب شب اول قبر در امان باشه. چون راه ارتباط با خدا از ایناست. گویی خدایی وجود نداره، ما باید به یه مرده ای بریم تن بدیم و در نتیجه اونا رو بپذیریم، اونا متوسل بشیم، وسیله بکنیم اونها رو. توسل کردن یعنی وسیله قرار دادن. این آقایون رو وسیله قرار بدیم که خدا ما رو ببخش، خدا ما رو شفا بده، خدا گرفتاری های زندگیمون رو رفع کنه. دوستان، این تاریخی که شما میبینید ما امروز نگاه میکنیم به علی، حسن، حسین، پیامبر اسلام، برای این نیست که برگردیم و بگیم اینها چه کسانی هست. برای اینکه شما متنبه بشید، بدونید اونا مثل ماها بودن با خوبی و بدی هاش. شما زندگانی علی رو نگاه میکنید، 10 تا خوبی داره، 10 تا بدی هم داره. اما اگر قرار من علی رو در جایگاهی بنشونم که شما ها بهش تن بدید، نباید بدی هاشو بگم، اوناشو باید حذف کنم. چون اگر من بدونم علی هم مثل من بوده، خب بهش تن نمیدم، میگم او هم مثل من، 10 تا خوبی او داشته، 10 تا بدی، منم همونطورم. دیگه چه نیازی داره که من به او و فرزندانش تن بدم؟ چه نیازی داره که حکومت و حق او بدونم؟ چند دقیقه من در یه برنامه عرض کردم ما یک سنتی در تاریخ نگاری اسلامی داریم. حالا این بحثایی است که من در آینده سعی میکنم در موردش حتما سخن بگم، چون بسیار مهم من این بستری که فراهم شده و ما در دامش افتادیم. یک سبکی از نگارش تاریخی است به نام دلائل نگاری. دلائل نگاری که از قرن دوم و سوم در جهان اسلام شروع شد، به این مسئله برمیگشت که خب ما افرادی رو دادیم که اینها بزرگان دین ما هستند، اما وقتی به زندگیشون نگاه میکنی، خب آدم های عادی هست. شما قرآن رو بخونید، بارها از پیامبر اسلام درخواست معجزه میشه، هر بارم پیامبر اسلام میگه من معجزه ای ندارم، اصلا من برای این چیزا نیومدم، من اومدم بشیر و نذیر باشم. برای من معجزه تعریف نشده، من معجزه ای ندارم. کتاب های تاریخی هم در این مورد بارها نوشتن. اما آیا این پیامبر بدون معجزه قابل رقابت هست با پیامبر ادیان دیگر که صدها معجزه دارن؟ در جهان اسلام به این فکر افتادن که خب این پیامبری که ما از او به عنوان اولوالعزم، ختم رسول،
به عنوان کسی که خاتم النبیین نام میبریم هیچ معجزه‌ای نداشته باشه. اون وقت موسی و بسیاری از انبیای درجه دوی بنی اسرائیلی صدها معجزه دارن. سلیمان و داوود و همه اینا رو شما در نظر بگیرید، همشون معجزه دارن. مگه میشه پیامبر ما معجزه نداشته باشه؟ خب چه بکنیم؟ شروع کنیم دلائل نگاری. دلائل نگاری یعنی ذکر معجزات و کرامات و فضائل ابر انسانی برای افراد مورد احترام اسلام، که شروع شد از زمان ابن قتیبه دینوری بگیرید، ابو داوود سجستانی بگیرید، تا رسید دیگه به زعمای بزرگی مثل ابو نعیم اصفهانی و ابوبکر بیهقی و اینها که دلائل نگاری میکرد. مثل دلائل النبوه، اعلام النبوه. یعنی چی؟ یعنی دلیل اقامه میکنم که بدونی چرا محمد پیامبر خداست. یهود هم داریم، در مسیحیت هم داریم. این دلائل نگاری ها که اساسش کذب بود، با خود قرآن اصلا مغایره، با روش زندگانی این افراد مغایره، سبب شد که عده‌ای سعی کنن برای افراد فضائل عجیب و غریب بتراشن. شما فکر می‌کنید علم لدنی علی از کجا آمده؟ آیا در قرآن ثبته؟ نه. آیا در زندگی علی ثبته؟ نه خیر. این علی که ضربت خورد نمیدونست دو روز بعد زنده میمونه یا نه. گفت اگه زنده موندم خودم تکلیف ابن ملجم رو مشخص میکنم، اگر مردم به او یه ضربه بزن. هرچند بعدا حسن دست و پاشو برید و زبانشو برید و بر چشمانش میل کشید که ابن سعد آورده در کتاب خودش، ما بعدها در زندگانی علی بهش خواهیم پرد. اما بحث بر سر اینه که علی نمیدونه دو روز بعد زنده میمونه یا نه، بعد او داره علم لدن نیست. حسین ابن علی وقتی میخواد بره کوفه نمیدونه که در کوفه چه خبره، پسر عموش مسلم رو میفرسته، میگه تو برو ببین اگه اون مردم بر سر عهد و پیمانشون هستن به من نامه بنویس من بیام. خب اگه این آقا علم لدن نیداشت دیگه نیاز نبود مسلم ابن عقیل رو بفرسته که کشته بشه. میگه مسلم اونا دروغ میگن، تو نرو، من صاحب علم لدنی ام. کسی که علم لدنی داره اما پسر عموش رو به کشتن میده، خون پسر عموش گردنش. کسی که میدونه در میانه راه کشته میشه نیاز نیست کشته بشه. قرآن گفته خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. و تو تازه میدی در صحرای کربلا قاسم و علی اکبر و هزار نفر دیگه هم جمع میکنی میبری که 70 نفر کشته بشن اونجا. خب این چه تناسبی با علم لدنی داره؟ یک فرمانده جنگی اگر بدونه در یک میدانی ممکنه 100 سربازش کشته بشن، وارد اون عملیات نمیشه. مگر مثلا این فرماندهان سپاه خود که عملیات کربلای 4 لو رفته، مردم میفرستن به خط مقدم. اگه مثل این ابله باشن بله، اما کسی که علم لدنی داره از حداقل های بحث مبارزه و مسائل اجتماعی مطلعه که نمیفرسته پسرموشو که تو برو به من خبر بده. نگران پسر عموش که دو سه تا نامرسانش همون عبدالله ابن یختور و دیگران هم کشته شده. بزن بگیم حسین علم لدنی داره. خب کجاش با علم لدنی تطبیق میکنه؟ یه آدمی که نمیدونه 10 تا نامه مینویسه، راستی آزمایی میکنه. جالب اینه که حتی مردمی هم در میانه را بهش گفتن، گفتن آقا تو کوفه نرو. حتی قبل از اون هم عده‌ای گفتن کوفیان مورد اعتماد نیستن. از عبدالله ابن عمر بگیرید تا عبدالله ابن عباس بگیرید تا عبدالله ابن مطیع ادبی بگیرید، همین رو بهش سفارش کردن که آقا شما نرو. یعنی اگر نگاه بکنید از نظر مسائل انسانی، اونا درکشون خیلی بیشتر از حسین ابن علی بود با محاسبات انسانی، اما حسین ابن علی که علم لدن نیداش رفت و دیدید بر سر او چه ها. خب زندگی اینها اصلا این چیز رو نشون نمیده که اینا علم لدن نیداشتن. همین امام رضایی که دوست بزرگوارمون در سوالشون مطرح کرد، علم لدنی داشت بعد اون انگور رو خورد؟ بنابر ادعای شیعه اینه دیگه، مأمون زهری ریخته ایشو خورده. چه علم لدنی است؟
حالا جدا از علم لدنی، اینا که قابلیت شفا دادن دارن، یه انگور زهرآلود نتونست خودش شفا بده، علی نتونست فرق شکافته خودش شفا بده. امروز این همه علم پزشکی که پیشرفت کرده هزاران کار انجام میده، تازه کاری هم نداریم، یک پزشک از میان موالی آورده بودن از بین ایرانیان و یهودیان و... یعنی ببینید بدبختی جامعه ما اینه، مادر من، مادر شما و افراد مختلف میرن بر اون ذریحی که یک امامزاده که حالا معلوم نیست اصل نسبش چه هست، حالا فرضم مثلا بگید اون فرزند علی است، بر اونجا دخیل میبندن که شما ما رو شفا بدید. اخیرا من شنیدم این آقای آیت الله سیستانی یا برخی از این مراجع تقلیدی که در نجف هم هست، در جوار حضرت علی ابن ابی طالب، بیمار که میشن بلافاصله لندن با اولین هواپیما. خب بزرگوار شما که این همه مخلص علی هستید و دلتونم که بنابر اون ادعاتون پاکه و مرجع تقلید هستید و ذیل مرجع تقلید عدالت و انصاف و همه اینا رو دارید، خب چرا نمیرید دخیل ببندید؟ چرا به دنبال دستان اون پزشک هستید در انگلستان، در آلمان؟ به خاطر اینکه خودشون میدونن اینها دروغه. اگر انسانی واقعا صادق باشه نسبت به عقایدش، میره صبح تا شب کنار ذریح، اونجا میشینه شفا بگیره. اما وقتی میدونه این ذریح چی کاری انجام نمیده، حتی مال علی ابن ابی طالب در نجف، بلافاصله به مدیر دفترش میگه که اولین پرواز به لندن رو برام بگیر، بهترین متخصص رو برام پیدا بکنی، پولم که دارن دیگه از همین وجوهات خمس، همین خلایقی که در اوج تحمیل یک پنجم کسب و کار خودشون رو میدن به این آقایون. اینا مردم رو دعوت میکنن، 40 شده، پیاده بریم خاک کربلا شفا بخش. وقتش نشده کمی فکر کنیم واقعا به اینا، به این تاریخ نگاری وقتش نشده کمی فکر کنیم؟ یک شکی بکنیم ببینیم این تاریخی که اینا برای ما نوشتن، این همه کرامات و معجزات برای اینا ذکر کردن، آیا واقعا تو زندگی شخصیشون هم اینطوری بودن؟ چه شده که فرزندان علی به او اعتراض میکنن، پسر عموهای حسین به او اعتراض میکنن، اما ما انسانهایی که 1400 سال بعد از حسین هستیم لب به اعتراض نمیتونیم باز کنیم؟ وقتی حسین میخواد کاری رو بکنه، پسر عموش بهش اعتراض کرده، زا برادرش محمد حنفیه که نرفت، فرزندان خودش هم نفرست، عبدالله ابن عباس هم بهش گفت نرو. یعنی میخواد بگه این رفتار تو، این روش تو غلط، خطاست. ما امروز جرأت داریم به حسین بگیم رفتارت خطاست؟ چه چیزی سبب شده که دهان عبدالله ابن عباس باز باشه اما دهان ما بسته؟ این همون تاریخ نگاری قدرت، دلائل نگاری قدرت. چون عبدالله ابن عباس میدونه پسر عموش معصوم نیست، چون عبدالله ابن عباس میدونه که حسین ابن علی علم لدنی نداره، چون عبدالله ابن مطیع ادبی میدونه که حسین ابن علی معجزه نمی کنه. در میدان جنگ قدرت و استراتژی و طرح و ابزار و برنامه پیروز میشه. علی اگر معجزه میکرد در خیبر رو اینجوری کرد، در صفین این کار رو میکرد، با یک حربه معاویه از بین نمیرفتن. علی خیر الماکرین میشد، چرا نشد؟ مگه مکر کردن بده؟ در اسلام که به رسمیت شناخته شد. مگه الله خیر الماکرین نیست؟ و مکر رو و مکر رو الله و الله خیر الماکرین. خب چرا علی مکر نکرد؟ چرا علی نگفت که در روز صفین، در جنگی که رخ میده، یه همچین مسئله رخ میده بعد از لیلت الحری؟ چون اون نمیدونه فردا چه خبر. ناگهان در برابر یک طرحی قرار میگیره، سپاهش از هم میپاشه. و
پس علم لدنی وجود نداره، عصمت وجود نداره. اونو یاران علی بعد از حکمیت بهش گفتن توبه کن، یعنی خطا کردی، اشتباه کردی، ما هم اشتباه کردیم، ما توبه کردیم، تو هم توبه کن. خب این نشان میده یاران علی اصلا در علی معصومیت نمیدیدن، گفتن تو گناه کبیره کردی، توبه کن. چون خون خیلی از افراد تو جنگ صفین ریخته شد، جنگ صفین هم یه روز دو روز نبود، نزدیک 4 ماه طول کشید، روزهای مختلفی با هم دیگه می جنگیدن، گروه های کوچک و بزرگ، بعضی وقتا هم ماه حرام بود استراحت میکرد، خونهای زیادی ریخته شد. بهش گفتن توبه کن. آیا علی علم لدنی داشت؟ چه چیزی سبب شده که ما امروز فکر کنیم علی علم لدنی داده؟ نه تنها علی که حق رو برای سید علی هم به رسمیت شناختن، که آقا اگر گفته بریم بجنگیم باید بجنگیم، هیچ کس اعتراض نداره، آقا دستور داده. مگه عقل و فهم و شعور آقا چقدره؟ از کل این مردم مملکت بیشتره؟ آقا چی میدونه که مردم نمیتونن؟ چرا کیان یک کشور باید در اختیار یک شخص قرار بگیره؟ به خاطر اینکه این خودش رو نماینده یک گروه، یک خانواده، یک تفکری قرار داده که میگه اونا محسومن. از عصمت اونهاست که به ما فقها حق حکومت دادن. اونها یه چیزایی میدونستن ما نمیدونیم. این دلائل نگاری ها سبب شد که ما وقتی به تاریخ دین نگاه میکنیم در کشورمون، به تاریخ اسلام، میبینیم چه شخصیت های ضعیف، بی اخلاق، یه کلمات دیگه به کار نمیبرم، برای ما شدن معصوم، مقدس، محترم. زندگی علی ابن موسی چه داره که براش این گنبد و بارگاه رو ساختیم؟ زندگی حسین ابن علی برای ما ایرانیان چه داره که آمدیم و این همه براش در عتبات عالیات و جاهای دیگه پول دادیم، هزینه کردیم؟ من یک بار خواندم در همین تلویزیون بازشناسی باورها در تلویزیون پارس، نقش علی در تهاجم به ایران، سرداران علی در هجوم به ایران، نحوه برخورد والیان علی با ایرانی، اینا رو که خوندیم. آیا هنوز متنبه نشدیم؟ هنوز درگیر اون خرافاتیم که علی و اولادش ما ایرانیان رو دوست داشتن؟ طرف به صراحت داره میگه، میگه من پسر عموی خودم رو کشتم، عموی خودم رو کشتم. این خطبه معروفی است در نهج البلاغه، من بارها اینو خوندم. در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خویشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما میافزود. کسی که برای عقیده دینیش از کشتن پسر عموهاش هم ابایی نداشته، که ما داریم دیگه در جنگ بدر و احد و همینا بودن، بعد او برای ما ایرانیان ارزش قائله. نامه به مالک اشتر، یک نامه جعلی، حالا بعدا بررسی خواهیم کرد این نامه، که مردم دو دستن، یا کسانی هن که هم دین تو هن یا در انسانیت با تو برادرن. عجب. علی میگه من برادر خودم به خاطر دین میکشم، پسر عموم برای دین کشتم. سیرت و سنت زندگی او اینطوری بوده، کلام او اینطوری بوده. شما تاریخ جنگ بدر رو بخونید، تاریخ جنگ احد رو بخونید، این جمله لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار در همون جنگ احد بنابر ادعای این آقایون اومده. کسی که خانواده خودش رو میکشه میگن جوان مرد، این جوان مردی نیست جز علی و شمشیری وجود نداره جز ذوالفقار. این جوان مردی در شمشیر خلاصه میشه برای اینا. ما دیمون جوان مرد رو در شمشیر میبینیم، یا در دستگیری از ضعفا، تلاش برای حقوق انسانها. ما در اسلام در تشیع جوان مردی یعنی که تو نزدیکان خودم شد بکش،
هیچ شمشیری مثل ذوالفقار نیست، هیچ جوانمردی مثل علی نیست. این دو رو وقتی کنار هم قرار میگی، یعنی جوانمردی با شمشیر همسازه، نه با از خود گذشتگی، نه با ایثار، نه با فداکاری. اینا جایی نداره، محلی از اعراب نداره. مثلا راجبی کلمات ما فکر میکنیم، صبح تا شب نشستیم نمیدونم شمر اینطوری بوده، یزید اونطوری بوده، بعد که نگاه میکنیم میبینیم همه شما هم فامیل هم هست، همه شما هم نسبت داریم. میرید نگاه بکنید معاویه چند اندازه از این بیت المال خودش به حسن و حسین میدن. امروز ما تو سرکله هم دیگه میزنیم که آقا در کربلا چنان شد، در حالی که اگر نگاه بکنیم میبینیم اینا تا دیروز داشتن در کنار هم دیگه، حالا اون که قدرت داشت به اینا پول میداد، وقتی فوت کرد پسرش اومد اینا گفتن خب برای فرصت خوبیه ما بریم قیام بکنیم، چه بسا دیگه اون کل خزانه رو به دست بیاریم. که حرکت کرد و نتونست. عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد و اینا با درایت تر بودن، اما ما دیگه اون تاریخ رو نمیخونیم چون نیاز نیست اون بخش رو برای ما بگن، فقط نیاز هست به اندازه که گریه زاری بکنیم چیزهایی رو به ما بگن. در بعد سیاسی هم همین، در بعد سیاسی هم ما بسیاری از شاهان، بسیاری از سلاطین، بسیاری از خلفا دست به تاریخ نگاری مناسب خودشون زدن. در تاریخ ما هر کسی بزرگی اتفاقا به شک کنیم، تو تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری پژوهشی نیست. سلیمانی امیری 40 سال حکومت کرد در یه مملکتی به شکل مستبدانه، اگر از او تعریف و تمجید میشه خیلی شک کنید بهش. چرا؟ چون دستگاه دیوانی مال او بوده، آنقدر قدرت داره که میگه برای من تاریخ نگاری بکنید، من رو پادشاه عادل بدونید، دادگر بدونید، خیر بدونید، فتوحات من رو برجسته بکنید، دشمنان من رو همگی آدم های رزد، فرومایه، خائن. این اساس تاریخ نگاری استبداده. شما در تاریخ زندگی استالین به نگاه کن، یک زمان استالین خدا شده برای مردم شوروی، کنار اون آقای لنین دفنش کرد، بعدم که در دوران اون خروشچف و دیگران اسنادی بیرون آمد که آقا چه جنایت کرده، اون رو برداشت کنار دیوار کرملین دفنش کرد. چرا؟ چون تاریخ نگاری در خدمت استبداد قرار میگیره، علل خصوص مستبدترین ها. عرض کردم اگه من سلیمانی 40 سال حکومت کنم، این فرصت رو دارم که یک تاریخ نگاری خاص خودم را بندازم. تاریخ نگاری دینی و سیاسی ما به همین دلیل باید مورد بازنگری قرار بگیره. زندگانی محمد رو بررسی کنیم، زندگانی علی رو بررسی کنیم، ببینیم این الگوهایی که اینها میخوان معرفی کنن واقعا به در جامعه ما میخوره. نیاز هست ما اونا رو بشناسیم. بیان بنابراین بحث بسیار مهمی است، بحث دلایل نگاری که سبب شد از دل این کارهای متکلمان و مفسران یه سری امامان رو بر جایگاهی بنشونیم که خودمونم باورمون نمیشه، بکنیم خبر انسان هم. تا اینکه به امروز میرسیم در سال 1403 و 4، حالا باید نگاه بکنیم یه گنبد و بارگاه و گلدسته ای هست با میلیون ها تومان، میلیارد ها تومان ثروت که قابل شمارش نیست و یه عده‌ای روی اون منبع نشستن. از تعمیق ما استفاده می‌کنیم. خب دوست دیگری آقای مهدویان اشاره کرد که شما که اینقدر به انتخابات و اپوزیسیون داخل ایراد می‌گیرید، بگویید چه راه دیگری برای مردم وجود دارد. ما در ایام انتخابات عرض کردیم انتخابات اولا نیازمند یک شناخت عقلانی است از فضا، یعنی شما وقتی میرید در انتخابات شرکت میکنید میخواید به یه هدفی برسید، ولی واقعا به این هدف میرسید؟ ما سعی کردیم اینا رو تبیین کنیم، ما نشون دادیم که چرا افرادی مثل پزشکیان در درون جامعه و نظم سیاسی که امروز وجود داره نمیتونن کاری بکنن. ساختار قانونیش رو بررسی کردیم، ساختار شخصی رو بررسی کردیم که اصلا این آقا در چه جایگاهی قرار داره، آیا اصلا محل تأمل جامعه است؟ هنوز نیومده میگه حرفای من همون حرفای آقاست. خب شما از این آقا چه انتظار دارید؟ میخواید فضا رو عوض کنه؟
آیا ساختار قانونی اصلا بهش اجازه میده که فضا رو در عوض کنه؟ حالا اینا رو ما در گذشته بحث کردیم در موردش. از نظر اعتباری چطور؟ آیا پزشکیان یا اصلاح طلبان اینقدر میتونن مردم رو بسیج کنن؟ پایگاه حزبی دارن، پایگاه عملی دارن که بتونن بر روی گروه های نفوذ و رژیم تاثیر بذارن؟ خب وقتی ندارن شما به دنبال چی میگردید؟ میخوایم من سلیمانی به شما توهم بفروشم؟ اون کاری که اصلاح طلبان کردن. آقا به پزشکیان رای بدید دلار نره بالا، الان دلار شده بالای 70,000. به پزشکیان رای بدیم چون جلیلی بیاد خطر جنگ هست. خب مگه الان خطر جنگ نیست؟ الان که خیلی بدتره. پس پزشکیان چیکار میکنه؟ به پزشکیان رای بدیم که فضای داخل در درون جامعه ما به اون سمت و سوی استبداد و بسته شدن فضا نره. و شما نگاه بکنید امروز فضای جامعه ما چطوره؟ آزاد شده؟ چیزی به مردم دادی؟ اینا همون دکان شیادی است دوست عزیز من. اگر من ببینم یک نفر به واسطه ذهن صغیر خودش توسط یک نفر دیگه تعمیق شده که آقا دم استخر بشین ماهی بگیر، بهش میخوام بگم عزیز من تو 10 ساعت سهله، 10 سال هم اینجا تو این استخر بشینی ماهی وجود نداری، این استخر برای شناست. کاری که بیهوده است بیهوده است، به صرف این که من دارم یه کاری انجام میدم دلیل بر درستیش نیست که آقا بریم سر انتخابات رأی بدیم. خب رفتی رأی دادی، عواقبش چیه؟ نتیجهش چیه؟ چیزی بیرون آمد؟ ولی این اثرش اینه که احساس میکنی دیگه هر کسی نمیتونه تحمیقت بکنه. اثر دومش اینه که حالا راه جدیدی پیدا میکنی و اون راه جدید انقلابه. بارها عرض کردیم در جمهوری اسلامی اصلاحات معنی نداره، نشدنی است. نه ساختارهای اجازه میده، نه افراد، نه گروه های صاحب نفوذ، اونایی که منفعت دارن در این رژیم. اونا مگه اجازه اصلاحات میدن؟ اصلاحات یعنی اینکه شما قدرت اونا رو بگیری. میخواد چی رو اصلاح کنی؟ نظارت استثبابی رو اصلاح کنی؟ خب یعنی باید شورای نگهبان رو حذف کنی. خب شورای نگهبان منفعتش رو در کجا جستجو میکنه؟ در بودنش. بنابراین کار شکنی میکنه. میخوای اقتصاد رو خوب کنی، اول از همه باید دم سپاه رو جمع کنی که در هر جای نفوذ کرده. آیا توانش رو داری؟ میخوای سیاست خارجی درست بشه، باید اصل سرده قانون اساسی رو درست کنی، جایی که رهبر تعیین کننده سیاست ها و حسن اجراشه. میخوای رهبر رو محدود کنی؟ میخوای رهبر رو برداری؟ یکم قلانی باید فکر کرد. اگر کسی به شما گفت دم این استخر شنا بنشین، یه قلابی بنداز توش، یه ماهی بگیری، بعد دارم به شما میگم نشین اینجا، اون تو ماهی نیست. بعد تو میگی خب سلیمانی کار بعدیم چیه؟ میگم ماهی نگیر، وقت تو داری میگی برو دم یه رودخونه دیگه پیدا کن، یه دریایی پیدا کن، نه برو بازار ماهی فروشا، اینجا نشین، اینجا ماهی وجود نداره. شما رو امیدوار میکنن به پزشکیان، وقتی رفتی رأی دادی 4 سال صبر میکنی، اما وقتی ناامید بشی از رژیم حالا میای به صف انقلابیون، اون وقتی به رژیم مشروعیت ندادی، از نظر روانی تحمیق نشدی، حالا میری در صف انقلابیون برای تحریک تحول در جامعه. بحران مشروعیت در رژیم همینه، بحران مشارکت یعنی همین. رژیم هایی که تغییر کردن در اونها بحران مشارکت رخ داده. جمهوری اسلامی میاد از شما دعوت میکنه بیاید در انتخابات، دیدی دیگه در ایام انتخابات همه چیز آزاد میشه، هیچ کس به حجاب کاری نداره، بعضا هم دختران بی حجابو میارن نشون میدن در پای صندوق های رأی، شما میبینید دیگه در مراسم دولتی اینطوریه. حالا محرم هم باشه شما دیدید دیگه بانوان عزیزی که با یک آرایش و چیز عجیبی میان، بعد ایام که تمام بشه اون نمای حکومتی و جشنهاش تموم شه، یک کودکی با کمتر از 1/3 اون حجاب رو میگیره. درسته؟ برای چیه شما فکر کردید؟ برای که رژیم نیاز داره به نشان دادن این مشارکت، نیاز داره به این ویترین. همین شما رفتی رأی دادی،
جواد ظریف می آمد می گفت آقا شما بگید مردم ما ناراضی هست، 70% که رفتن به ما رأی دادن. دروغ نمی گفت، می گفت 60-70% رفتن به ما رأی دادن. خب این مشروعیت در کجا ایجاد شد؟ در ترس و تاکتیک هایی که رژیم به کار میبره که ما بریم سر صندوق رأی، عواقبش اونجا به ما میرسه. بیگاری سیاسی یعنی همین، یعنی شما مفت و مجانی کار میکنی هیچی گیرت نمیاد، اما سودش یکی دیگه میبره، اربابه میبره. ما بیگاری سیاسی هم داریم، انتخابات در جمهوری اسلامی بیگاری سیاسی است، از ما کار میکشن هیچی گیر ما نمیاد، اما مشروعیتش به پای رژیم، او سودش رو میبره، او منفعتش رو میبره. خب این بحثا ادامه خواهیم داد، این سوالات به قدری مهمند و بعد در کنارش هم مطالبی که نیاز هست عرض کنیم. 3-4 تا سوال فقط من یادداشت کردم ولی نرسیدیم و حالا میذاریم برای برنامه های آینده و جلسات دیگه. امیدوارم این بحثا کمک بکنه که علاوه بر این سوالات ما پاسخهایی بدیم که دوستان کمی به مسائل مبنایی تر با دقت بیشتری نگاه کنند. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم.